سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. ریچارد ترنتون چیس نام یکی از جنایتکاران سریالی آمریکاست که پس از هر جنایت مقداری از خون قربانیانش رو میخورده و به همین دلیل به قاتل خوناشام معروف شده بود. او در کمتر از یک ماه 6 نفر رو به قتل رسوند و رسانه های آمریکا به او لقب خوناشام ساکرامنتو رو داده بودند. در این برنامه با ما همراه باشید تا پرونده جنایات قاتل سریالی معروف به خوناشام ساکرامنتو رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید. 23 ماه می سال 1950 میلادی در شهر ساکرامنتو ایالات کالیفرنیا کودکی به نام ریچارد ترنتون چیس متولد شد که بیشتر از 30 سال عمر نکرد، اما در همان مدت کوتاه توانست به خاطر بیماری روانی و قتل‌هایش نام خود را ماندگار کند. کسی چیز زیادی از دوران کودکی او نمی‌دونه. تنها اینکه مادرش خیلی او را اذیت می‌کرده و همین آزار و اذیت‌ها و زندگی کابوسبار دوران کودکی بوده که باعث بیماری روانی و مشکلات دوران جوانی شده. در دوران جوانی به شدت افسرده بود و از حالت‌های مالی خولیایی شدیدی رنج می‌برد. در پرونده پزشکیش گزارش‌های مختلفی وجود داره که بارها به پزشک مراجعه می‌کرده و می‌گفته قلبش در حال از حرکت ایستادنه. کسانی که چیس رو میشناسن میگن بیشتر مواقع پرتقال‌هایی روی سرش میگذاشته و ادعا میکرده ویتامین سی از این طریق به مغزش جذب میشه. سال 1975 میلادی، زمانی که پس از تزریق خون خرگوش تشنج کرد و به بیمارستان منتقل شد، به صورت داوطلبانه قبول کرد تا تحت درمان‌های روانی قرار بگیره. با این حال چندین بار در بیمارستان در حالی دیده شد که دور دهانش خونی بود و هر بار مشخص شد که خون پرندگان رو خورده. چیس به پرستاران گفته بود که اجساد پرندگان رو از پنجره به بیرون پرت کرده بوده تا کسی متوجه کارش نشه. همین خونخواری‌های پرندگان باعث شده بود تا پرستاران و کارکنان بیمارستان بهش لقب دراکولا رو بدن. پس از 1 سال زندگی در بیمارستان روانی و درمان‌های جدی، در سال 1976 زمانی که پزشکان مطمئن شدند که حالش بهتره و خطری برای جامعه نداره، او رو مرخص کردند، تنها به این شرط که با مادرش زندگی کنه و مصرف داروها رو برای تکمیل دوره درمان ادامه بده. اما حدود 1.5 سال بعد و در نیمه های سال 1977 میلادی، پلیس چیس رو در حالی در اطراف رودخانه پیرامید شهر دستگیر کرد که بدنش آغشته به خون بود و جسدی در نزدیکیش قرار داشت. 29 دسامبر سال 1977 میلادی چیس اولین تومش رو با شلیک گلوله به قتل رسوند. مقتول مردی 51 ساله به نام امبروس گریفین بود. مقتول بعدی زن جوانی به نام تریزا والین بود که در 23 ژانویه سال 1978 میلادی به قتل رسید. چیس در حالی وارد خونه این زن که 3 ماه باردار بود شد که در قفل نبود و تونست با 3 بار شلیک گلوله این زن رو از پا در بیاره. 27 ژانویه روزی بود که این مرد آخرین قربانیش رو به قتل رسوند، زنی 38 ساله به نام اولین میروس. اما این بار او خودش به قتل دست نزد، بلکه یکی از دوستانش به نام دنی مردیت رو قانع کرد تا با تفنگش به این زن شلیک کنه. سپس خودش با همون تفنگ پسر 6 ساله این زن به نام جیسون و خواهرزاده 22 ساله اون رو به نام دیوید فراریا به قتل رسوند. او که خودرو و کیف پول مردیت رو دزدیده بود، قصد فرار از خونه رو داشت که دختر 6 ساله همسایه که برای بازی با جیسون اومده بود، زنگ در رو زد تا وارد خونه بشه که با ریچارد چیس مواجه شد
و قاتل با شلیک گلوله به سرش ششمین نفر رو هم به قتل رسوند. او جسد دختر رو با خود برد، اما پلیس که از حادثه باخبر شده بود تونست ریچارد چیس رو همون شب در حالی در اطراف رودخانه پیرامید دستگیر کنه که ششمین جسد خونین در نزدیکیش قرار داشت. چیس در سال 1979 میلادی برای قتل 6 نفر به دادگاه رفت. او و وکیلش هر کاری کردند تا او را از قتل درجه 1 و اعدام نجات بدن و حکمش رو به قتل درجه 2 که مجازاتش حبس ابد بود تغییر بدن. اونها برای این کار به بیماری روانی و پرونده قاتل در بیمارستان روانی استناد می کردن. در نهایت قاضی در 8 می اون سال ریچارد چیس رو به قتل درجه 1 و اعدام با گاز سمی محکوم کرد، حکمی که هیچ وقت اجرا نشد. در 29 دسامبر سال 1980 میلادی نگهبان زندان زمانی که قصد داشت سلول این زندانی رو چک کنه متوجه شد که این مرد بیهوش روی تختش خوابیده. پس از اومدن پزشک زندان مشخص شد که او مرده و کالبد شکافی نشون داد که مرگ بر اثر خودکشی بوده. دقیقاً معلوم نیست دکترای بیمارستان روانی از چیس چی دیدن که فکر کردن حالش خوب شده و در بین جامعه و با مصرف کردن داروهاش میتونه یه زندگی نرمال داشته باشه. طبق پرونده چیس او در بیمارستان روانی با استفاده از سرنگ‌هایی که میدوزیده خون از سگ‌ها میگرفته و بعد اونها رو میخورده. دقیقاً کجای عمل کرده این آدم میتونسته نرمال باشه؟ این واقعیت رو باید از آقایون دکتر پرسید. البته متاسفانه همچین بیماران روانی در داخل ایران هم کم نیستن و با حمایت پزشکان و بیقانونی کشور به راحتی در بین مردم زندگی می کنن و تمامی اتفاقاتی که به این عنوان در بین جامعه صورت می گیره رو معمولاً دولت با اسامی مسائل خانوادگی یا مصرف مواد روانگردان ازش یاد می کنه و نمیگه که این افراد بیمار روانی بودن و باید طبق دستور پزشک به صورت دائم بستری میشدن. به این صورت هزینه این افراد هم از سر دولت باز میشه و مشکلش به همراه عواقبشون در دل جامعه قرار میگیره. به نظر شما با این جور افراد باید چیکار کرد؟ به صورت دائم اونها رو تحت درمان و مداوا قرار داد یا به سبک و اعتقاد هیتلر چون درمان ناپذیرن کشتشون؟ شما چه نظری دارید؟ در کامنت ها نظراتتون رو برامون بنویسید. در انتها فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید.